من به همگی سلام می کنم، نمیدونم صدا هستش یا نه. مرسی. و اینکه خب راستش رو بخواید، من دیشب یه ذره نگاه کردم، یه دو تا فایل بود، به خاطر اینکه منم دقیقا از زاویه هم باستانگرایی نگاه کردم، چون شما نگاه کردم نوشتید که این باستانگرایی نوین و غیر نوین. من اینا رو تقریبا با هم دیگه ذره دستبندی کردم. یه فیلمی بودش که شاید نمیدونم دوستان همه نگاه کردن یا نه، من توصیه میکنم حتما ببینن. برای هم شاید این موضوع بحثی که آقای ریزگر گذاشته هیچ ممکنه که به اینها هم ارتباط پیدا کنه. یکی مستند مجهولات مجلل که چند تا قسمت داره، یه بحثی که تازگی حالا خیلی مطرح شده توی حالا فضاهای متفاوت، این که اون اتفاقی که حالا توی باستانشناسی در ایران افتاده، یعنی مثلا اون چیزی که ما داریم به عنوان پاسارگاد میشناسیم یا بناها یا اون اتفاقاتی که درون اون حالا شهر شهرهایی که مثلا اطراف شیراز و خود شیراز و اینها میبینیمش به نام تخت جمشید و حالا بناهای دیگه، این میگن که ممکنه که حالا فرضیه که جدیدن حالا درست شده، حالا دلایلی هم داره، من میدونم دلیلش چیه، این هستش که میگن که حالا این بناها ساخته نشده بوده و اینها یه چیزی حالت بازسازی شده و یک بنایی هستش که به شکل فرضی درست شده که یک تخت جمشیدی رو حالا درستش بکنن. این یه قسمت سواله که فکر می‌کنم، یعنی یه قسمتیه که مربوط به این میشه که فرضیه جدیدی که حالا به دلایلی که حالا میشه روش صحبت کرد خیلی مشخصه این باز بشه. یه قسمت دیگه ای که حالا روی این موضوع میشه صحبت کرد روی باستان شناسی، اینه که اون بناهای معماری که توی تخت جمشید و حالا جاهای متفاوت می‌بینین که حالا خیلی ارتباط با اون بنا داره، این بناها آیا کشورهای دیگه از ما اینها رو اقتباس کردن یا ما هم ازشون یاد گرفتیم؟ مثلا شما وقتی میاد ستونها رو نگاه میکنید، اون شباهت‌های معماری ایران و ممکنه که توی کشورهای دیگه مثلا یونان مثلا میاد نگاه بکنید ببینید اینها چقدر با هم نسبت دارن یا نه، آیا مثلا این اول تخت جمشید بنا شده بعد جای دیگه، مثلا همیشه سوالا هستش، یا آیا مثلا این ترکیب و تلفیقی که حالا یا شباهت هایی که بین معماری و اون فضاهایی که توی این تخت جمشید میبینی با جاهای دیگه اینا چقدر میتونه به هم نزدیک باشه یا دور باشه، این بحثایی که حالا معمولا توی این زمینه به وجود میاد. من از این زاویه بهش نگاه کردم، یعنی این حالا یکی از بحثایی که من با یکی از دوستان صمیمی شاید داشتم این بود که بیشتر در مورد سوال اول بود، اول از این اگه بخوایم بازش بکنیم، اینکه ما خب وقتی که شما تاریخ رو میخونیم میبینیم که یک بنا و یک سازه‌ای توی تخت جمشید حالا وجود داره، یا مثلا شما میایید توی جاهای متفاوتی که نزدیک تخت جمشید هستش نگاه میکنید که اون دیوار نوشته ها، اون سنگ نوشته هایی که حکاکی هایی که در سنگ ها وجود داره شما اونها رو میبینید. اول که ما چجوری میتونیم بیایم روی یک موضوع تاریخی بررسی بکنیم، یعنی وقتی ما بحث از بررسی های تاریخی میشه با چه روش هایی میشه این کارو کرد؟ یکی اینکه شما میتونید بیاید از روی همین سنگ نوشته ها و اون سفالینه هایی که کشف میشه یا اون آثاری که در اونجا وجود داره میتونید بیاید بگیم که این حالا جایی رو که دارید بررسی میکنین به چه جایی نسبت داره، یعنی تو چه دوره ای هستش، بعد نقش و نگار ها یا حتی لعابینه بودن اون سفال ها یا حالا اون چیزهایی که پیدا میشه میتونه بهتون نشون بده که اون مال چه دوره ای بوده. پس یکی از اون مستنداتی که شما میبینید، یکی اون روش دیگه این هستش که شما مثلا میاد نگاه میکنید اولین کسایی که تاریخ رو نوشتن حالا در مورد اون بنا، یا مثلا کسایی که تو سفرنامه های خودشون اومدن مراجعه کردن با چشم خودشون دیدن اونها از کی شروع کردن به نوشتن این، و شما چه سندیتی از نظر حالا نوشتایی دارید در مورد اون بنای اون چیزی که دارید میخونید. اون اگه بخواید نگاهش بکنین، بررسی بکنین، این که حالا وقتی که مطالعه میکنید این رو، اون چیزی که نوشته شده در مورد تخت جمشید و در مورد اون آثاری که شما میبینید دقیقا از وجود یک چنین بنایی به حال
از واقعیت یک چنین بلایی میاد تاییدش میکنه. کتاب هایی که میشه راجع به این موضوع نام برد که میشه شما مطالعه بکنید، یک کتاب هستش به نام کتاب از زبان داریوش هستش که هاید ماری کوخ اینو نوشته، یک کتاب دیگه هم هستش که روی بیشتر روی اون فرهنگ اونجا میاد کار میکنه که مثلا زرتشتی ها و حالا کلا چه اون دوره ادیان و دین ها و فرهنگ ها که وجود داشته چه جوری بوده، به نام کتاب فرهنگ ایرانی که مال هاشم رضیه. وقتی که شما اینا رو مطالعه می‌کنید می‌بینید که یه چنین بناهایی و یه چنین چیزی وجود داشته، این که مثلا بخواید اینو بگین که اصلا یک کوروشی وجود نداشته، این کوروش ساختگی، یا بخواید ببینید که این بنا وجود نداشته، یک مسجدی بوده در کنار مثلا قبر کوروش، اینها رو مثلا کشیدن بردن یک دفعه اینو ساختن، یه چنین فرضی هایی با این روش به نظر من کاملا منتفیه. و اون که میان دلایلی که بعدها باستانشناسان حالا کسایی که حالا میان این رو میسازن و درستش میکنن، به نظر من دلایل خاصی داره که حالا میشه به اونم پرداخت که چرا این کارو میکنن که یه چنین چیزهایی رو به وجود میارن. برای صدا هستش، من فکر میکنم که کسی میشنوه؟ مرسی. چون احساس کردم که یه سرحبید و ساکت شد. بعد خب اگه بریم روی بحث معماری، و حالا من نمیدونم آقای ریزگر بیشتر میخوام روی این زمینه صحبت کنن، این چیزی که فرضیه های جدیدی که وجود داره، یا این خب وقتی که اینو میخواید یعنی حالا من خودم وقتی که نگاه کردم حالا این مستنداتو به این نقطه رسیدم که حالا یک فرضیه‌ای که مثلا همون چیزی که ما داریم میگیم که یهودی ستیزی که تو همیشه وجود داره، یه چنین چیزی رو اومدن قوی کردن و پررنگش کردن برای اینکه بیان بگن که ما این افرادی رو که ازش نام میبرن توی این حالا فیلم میخواد بگم که این افراد همشون یهودی بودن و این تاریخی که اومدن برای ما ساختن و این چیزی که درست کردن به خاطر این بوده که مثلا یک شاهی رو مثلا قبل از اسلام پررنگش بکنن و به این دلیل یه چنین چیز رو برای ما درست کردن، در ساعتی که وقتی شما بیاید مراجعه میکنید به تاریخ و به اون حالا سند مستنداتی که وجود داره، مثلا حکاکی هایی که وجود داره و اینها، حالا اونها دلایلشون این هست که اینی نمیتونن اینا ثابت کنن که بعد ها این به وجود اومده، ولی خب باز اونها میان یه دلایل دیگه ای میارن، میگن که این مستنداتی که توی اینها وجود داره اینها همه ساختگیه، و میان دلایلش که میارن میگن که مثلا همشون اینها یک بویی از معماری های یونانی توش میتونه نگاه، یعنی قشنگ پدیدار هستش، در اصل که وقتی که شما نگاه میکنید حالا با توجه به اون کسایی که تاریخ نگاران و اون کسایی که باستانشناسایی هستن که خب خیلی قوی هستن، شما اینها نگاه میکنید اصلا یه چیزی در آثارشون شما نمیبینید که بیان این رو نسبت بدن، این بوده که شاید تعاملاتی که توی اون موقع وجود داشته از معماری ها این بوده که مثلا یه سری چیزهای ترکیبی و تلفیقی بوده، این بوده، ولی اینکه ما بیایم یک چیزی رو بسازیم بعد از این وجود نداره. یا مثلا این چیزی که مطرح میشه این هستش که پایه های ستون ها به شکل برش دار بوده و این با دستگاهی انجام شده، در صورتی که این هم کاملا غلطه، یعنی این چیزی یه فرض غلطیه، به خاطر که وقتی شما میرید پایه ها رو نگاه میکنید که به حال درست شده، پایه ها اصلا به صورت برش داره، با دستگاه شما اینو نمیتونید ببینیدش. خب یه سری فرضیات دیگه هم و حال اینجا مطرح میشه، مثل اینکه ادعا میشه که در این فیلم ها یا در این کسایی که حالا به حال یه جور دیگه فکر میکنه، این هستش که میگن که یونسکو برای کشورهایی که فقیر هستش فرهنگ سازی میکنه و یه سری چنین چیزهایی رو تولید میکنه برای اینکه اونها به یک حالا پیشینه فرهنگی برسن. اما سوال پیش میاد که اگه این واقعا یه ادعا باشه چجوری میشه اثباتش کرد؟ چرا باید مثلا برای ایران یک تمدن قدیمی درست کنه؟ اصلا هدفش واسه یه چنین انجامش این کاری چیه؟ وقتی شما این رو زیر سوال میبرید واقعا دلایل خاصی نمیتونید براش پیدا کنید، یعنی حالا من نتونستم پیدا بکنم. یا ادعای دومی که توی این حالا مستندات میشه این هستش که چرا مثلا توی تورات یا جغرافی دانان اسلامی مثل ابن حوله، مصطفی،
مصطفی استخری یا مثلا ابن بطوطه، اینا چرا تو اینها هیچ چیزی، هیچ نام و اشاره‌ای به یک چنین فضایی نشده؟ چرا اصلا کسی از اون پاسارگاد، مثلا پیشینه پاسارگاد خبری نداره؟ اما مثلا غیر از اون قبر مادر سلیمان یا همون قبر کوروش که ما میگیم، غیر از این مثلا از هیچ چیز دیگه یاد نشده. که این به نظر من یاد نشدن اینها، یا مثلا خیلی ها میان میگن که چرا این توی کتاب شاهنامه نیومده. خب مثلا این یه چیزهایی به نظر من نبوده، یعنی مثلا میگه که این سلسله ها رو که میاد میگه چرا مثلا این رو نگفته. به نظر من ما نمیتونیم بگیم که چون که اینها مثلا نیومدن این رو مطرح کنن، این به نظر من خود این یک فرض، یه ادعا، یه فرضه که باید ثابت بشه. خب مثلا حتما باید میبوده که شما مثلا ثابت میکرد که یه جایی وجود داره، یعنی خود این یه سوال میتونه در مقابلش قرار بگیره. یعنی چه دلایلی وجود داره که شما چون که توی یه سری از افراد نیومدن این رو مطرح بکنن، یا شاید ندیدن، یا شاید اون موقع هنوز به اون نقطه نرسیدن، آیا مثلا این دلیلی هست برای اینکه ما بخوایم یک چیز رو رد کنیم یا حتی اثباتش بکنیم؟ این هم یک سوال دیگه که میشه راجبش فکر کرد. یک ادعای دیگه که اینجا میاد مطرح میشه این هستش که میاد میگه که خب توی این مماریال نوین میگه که مثلا میگه که اینجا یک ادعای بزرگی شده که محبته و اون کفی که حالا توی پاسارگاد هستش مثلا یک حالتی یک دست محبتش، و این که و چیز دیگه که میاد اینجا مطرح میکنه این هستش که میگن به قدر این محکم بوده که در اثر زلزله هم ممکن بوده این از بین نره. خب میگن این یه ادعای خیلی بزرگه. این که حالا یک چیزی ما اینو میشه قبول کرد که حالا یک چیزی اگه ما خیلی اغراق‌آمیز باشه، ممکنه که خب به حال افراد تحت تاثیر حالا یک عظمتی قرار بگیرن و یه چیزی رو اغراق بکنن. این قابل پذیرشه به نظر من که مثلا شما میدید یک چیزی رو میبینید و مثلا ممکنه تحت تاثیر قرار بگیرید و یه اغراقی توش بدید. یه اتفاق دیگه ای که میاد راجبه صحبت میکنه این هستش که خب میگن بنای این تخت جمشید و این رو که نگاه میکنن، میگن که خب این اگر یه چنین بنایی بوده که اینقدر ضد زلزله بوده و مثلا خیلی قوی بوده و اینها، چرا مثلا آثاری از حالا سقف یا چیزهای دیگه که توش وجود داره اینا نیستش؟ خب این ما میدونیم که بعد از حمله ای که به ایران شد و یونانی ها این کار کردن، این خب باعث شد که آتش سوزی شکل گرفت و سقف اونجا حالا اون چیزی که بازسازی شده و تو ذهن حالا سبودی شده و اینها این بوده که اونجا چوبی بوده. خب نمیتونسته لزومن حتما بقایایی از اون باقی بمونه یا مثلا سقفی رو شما الان ببینید اونجا. حالا اون موضوعات دیگه هم هستش که به این شکل ها فرضیات دیگه هستش که توی این فیلم ها مطرح میشه به عنوان اون حالا نوع نگرش دیگه ای من حالا تلقی کردم ازش در مورد این بنا و اون تاریخی که وجود داره که میشه به نظر من راجبش بیشتر صحبت کرد و حرف زد. من اما حالا آقای ریزگرد راجب این از این زاویه میخوام وارد چند یادم من چیزی که به ذهنم رسید که میشه روی باستان‌شناسی حالا باستان‌شناس قدیم و جدید تر و فکر حالا اون چیزی که تضاددار تر با قدیم هست به نظر من این اومد. مرسی که من رو شدید. مرسی آقای ریزگر که اجازه دادید صحبت کنم. مرسی از شما. عرض کنم خدمت شما، نه یه چیزی رو فکر کنم اشتباه کردیم یا سهوی شد. ببینید باستانگرایی یه نظریه هست، باستان شناسی یک فقره از علم هست. راجعه میکنیم ما در مورد باستانگرایی، من در مورد باستانگرایی میخوام حرف بزنم نه باستان شناسی. راجعه میکنیم بله بله، شما در مورد باستان شناسی صحبت کردید که این اصلا مشکل نداره ها، این سر جای خودش درست، اما صحبت من در مورد باستان گرایی هست که باستان گرایی یک نظریه توزیع معرفت که حالا توضیح میدم که داستان از چه قراره. عرض کنم خدمتتون، ولی این در مورد چیز هم در مورد شما که رفتید جلوتر من بیشتر متوجه شدم که شما از کدوم قضیه دارید صحبت میکنید. بله این چیزی که شما فرمودید در مورد جنبه‌های باستان شناسانه تخت جمشید بود و ارجاعاتی که به کوروش داده میشه درست، اما من چیزی که میخوام صحبت کنم در مورد باستانگراییه. باستانگرایی یک چیزی که در ایران طبق صحبتی که میکنم وجود داشته و تا امروز هم وجود داره، اما اینکه وجود داشته و تا امروز وجود داره و کجاها پررنگ شده و چه تأثیراتی داشته، اینو من سعی میکنم اینو توضیح بدم، و اینکه کجاها حکومت ها از باستانگرایی استفاده کردن
ما حکومتهایی داشتیم که باستانگرایی مبنای مشروعیتشون بوده، توجه می‌فرمایید؟ و این نکته خیلی خیلی مهمیه. این یه نکته، من خواهم در مورد این صحبت کنم و بریم جلوتر و برسیم به روزگار امروز که باستانگرایی امروز هم اصلا میتونه معنی بده یا عرض کنم خدمت شما که نمیتونه معنی بده. باستانگرایی توی ایران من میخوام در موردش صحبت کنم، اینم یه نکته دیگه که باستانگرایی توی ابعاد مختلف جهان و توی حوزه‌های دیگه هم میشه پیگیریش کرد و کاملا قابل پیگیری و قابل مشاهده و قابل توضیح و بررسی هست. اما من باستانگرایی توی ایران میخوام روز در موردش صحبت کنم. یک این بحثی که من میخوام بکنم، ببینید ما آقای رضا سلام، دوستان که جدید اومدن همه سلام، امیدوارم خیلی خوب باشید. جناب رضا خیلی خوشحالم میبینمتون. خوب عرض کنم خدمت شما که ببینید دوستان، این بحثی که من میخوام بکنم مثل اون بحث امنیت ملی هفته قبل که انجام نشد، این دو تا حالت، یعنی دو تا حالت میشه واسهش به وجود بیاد. یکی این که یه بحثی خیلی سطحی انجام بدیم و رد بشیم، یکی این که من امیدوار باشم به اینکه یک عده، هم امیدی که همیشه اینجا داشتم که یک عده شاید بخوان یکم بحثا رو یکم یک سانتی متر عمیق تر بحث کنیم، یک سانتی متر عمیق تر به قضايا نگاه کنیم. من دنبال اون یک سانتی متر عمیق تر هستم راستش بخواید. این بحثی که در مورد باستانگرایی میخوام بکنم، مثل هفته قبل که گفتم من دوست داشتم بحث در مورد انقلاب اکتبر بذارم اما نذاشتم، مثلا اگه بحثی که در مورد انقلاب اکتبر قرار بود بذاریم و نذاشتیم، اونجا بحث خیلی تخصصی میشد و خب پرهیز دارم از اینکه بحث خیلی تخصصی بشه. اما اگه قراره در مورد کوروش صحبت کنیم، ما متاسفانه یک چیز خیلی عجیب غریب داریم، اونم اینه ما با چیزای موافقیم و با چیزای مخالفیم که اساسا لزوما ازشون اطلاعی نداریم. این خیلی چیز بدی. یعنی فرض کنید یک عده‌ای وایستادن مثلا به نظام سیستم پادشاهی مثلا فحش میدن، مخالف سیستم پادشاهی، ولی اساسا نمیدونن که مثلا سیستم مشروطه پادشاهی مبتنی بر پارلمان میتونه یک نظام خیلی موجهی باشه در روزگار، حتی در جهان امروز. درسته؟ این اطلاعات شما، اطلاعات طرف مقابل ما از سیستم پادشاهی فقط اینه که مثلا یه ساواکی باشه و نمیدونم یه تیغ و درفشی باشه و این یعنی سیستم پادشاهی، در حالی که اصلا اینجوری نیست. یا مثلا طرف واسطه به ادیان مثلا توهین میکنه و فلان و اینا، بعد میگه خب حالا ادیان یعنی چی؟ میگه آقا ادیان مثلا یعنی جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی میبینید این دینه، داعش رو میبینید این دینه، فقط همین. یا میرسیم به کوروش، میگیم که آقا طرف میره خودشو میزنه تو در دیوار و کوروش کوروش میکنه. سالها یه عده‌ای میرفتن قبر امام جعفر صادق و امام محمد باقر و نمیدونم امام موسی کاظم رو میبوسیدن، حالا طرف مدرن شده میره قبر کورش رو میبوسه، میره اونجا به خاک میفته. اینها به نظر من ما اساسا ماجرا از یه جای دیگه باید متوجهش بشیم، از یه جای دیگه باید بریم بهش نگاه کنیم، همون یک سانتی متر عمیق تری که میگم. اون یک سانتی متر عمیق تر به ما میگه که اصلا کورش خب تو چه محدوده ی عرض کنم خدمت شما تاریخی کار کرده، چه کار کرده، به چی کورش افتخار. کوروش بنیانگذار حقوق بشر. یه نفر اینو من ثابت کنه، من اینجا تا آخر عمر مدیونش. یه نفر اینو ثابت کنه، یه نفر ثابت کنه که کوروش بنیانگذار حقوق بشر تو جهان. اصلا و اساسا حقوق بشری که ما امروز در موردش صحبت میکنیم هیچ ربطی به کوروش نداره، هیچ ربطی نداره ها، هیچ ربطی نداره. یه نفر بیاد صحبت کنه که حقوق بشری که امروز توی جهان هست، این حقوق بشر مبناش چیه؟ آقا این حقوق بشر مبناش حقوقیه که بشر به خودش قرارداد کرده بده، حتی بشر از حقوق طبیعی هم گذشته. اینا یک سیری طی شده، فیلسوفای سیاسی اومدن بحث کردن توی انسان شناسی در مورد این بحث شده، آزادی یهودیان در بابل اینا ماجراهای دیگه است در مورد این همه صحبت میکنیم. کوروش کارهای خیلی خیلی ارزشمندی کرد که من توضیح میدم که باعث افتخاره. یعنی شما به عنوان یک ایرانی، من به عنوان یک ایرانی محکم وای میسم قامت راز میکنم، به کوروش افتخار میکنم. کوروش به شدت خودم دوباره، کوروش به شدت قابل افتخاره. اگه قرار باشه ما به عنوان یک ایرانی و اگه قرار باشه به عنوان انسان به کسی افتخار کنیم، یکی از اون کسایی که انتخاب کنیم بذاریم جلومون کوروشه. اما این کسی که بهش افتخار میکنیم باید بدونیم که واسه چی بهش افتخار میکنی. توجه میکنی؟ بدونیم که کار مهمی که کرده چیه. این نکته مهمی داره بابا. کوروش پدر بنیانگذار حقوق بشر نیست،
اصلا نیست، اصلا ربطی نداره حقوق بشری که امروز در مورد صحبت میکنه به کاری که کوروش میکنه. توجه، اینا نکات مهمیه. حالا در مورد خیلی مثلا همین چیزی که خانم ماندگار میگن، مثلا میگن کوروش توی شاهنامه نیست. خب چرا؟ توی تکست زدم دلیلش به شدت مهمه. دلیل اینکه کوروش، دلیل اینکه فردوسی کوروش رو توی شاهنامه نمیاره چیه؟ خب یه کسی که خودش واسه کوروش میزنه توی در و دیوار، کسی که نمیدونم السلام الله علیک یا کوروش میگه، باید اینا رو بدونه. اینا نکات مهمیه. کوروش چرا کوروش چه کار کرده؟ حقوق بشر بوده؟ نه خیر، کوروش خیلی کار مهمتری واسه ایران کرده، خیلی خیلی کار مهمتری کرده. اون کارهای مهمتر رو باید بیاریم جلو. ما همش نشستیم در مورد یه چیزای شعار میدیم که اساسا نه درسته، نه از لحاظ تاریخی درسته، نه از لحاظ تاریخ اندیشه درسته، نه از لحاظ تاریخ اندیشه سیاسی درسته. خب این نکات خیلی مهمی. حالا من در موردش عرض کنم خدمت شما که اون چیزایی که میفهمم و در موردش توضیح میدم که اصلا ماجرا چه قراره، ولی بعدش هم دوستان اگه کامنتی داشتن میدم در این مورد با هم دیگه صحبت میکنم. اما من میگم ماجرا چه قراره، من در مورد باستانگرایی سعی میکنم ولی در مورد کوروش هم توضیح میدم. ببینید داستان این ما و کوروش همینجوری که میگم داستان خیلی جالبیه. یعنی این داستان توی نیم قرن اخیر هم تقریبا خیلی جالبتر شده. یعنی از زمانی که پهلوی دوم رفت و به کوروش شب بخیر گفت و نمیدونم اعلام بیداری کرد و اینها، تا امروز کوروش خیلی محل توجه بوده. اما اگه بریم به سمت پیدا کردن این علت توجه، که علت این توجه چیه، اون وقت ماجرا خیلی جالبه. ببینید تکیه و تاکید امروزه ما روی کوروش، خواستگاهش توی اغلب خواستگاهش توی اون مانیفست کوروشه که اون منشور کوروشه. کدوم منشور؟ منشوری که حدود 138 سال قبل کشف شده، یعنی 1257 تقریبا 1879، درسته؟ یعنی 138 سال قبل ما این چیزایی که روی منشور کوروش بوده رو خوندیم و خوندند و ما باش مواجهیم. این نکته اول، 138 سال قبل. بعد یهو کوروش تبدیل میشه به سرچشمه افتخار ایرانی ها و فلان. خب اینجا دوباره میگیم کدوم کوروش؟ کوروشی که همونجوری که میگن حتی توی شاهنامه هم اسمش نمیاد. یعنی شاهنامه ای که به معنی واقعی نامه شاهانه، مگه غیر از اینه؟ شاهنامه ای که به معنی واقعی معنی نامه شاهانه، اما هیچ اسمی از کوروش توی شاهنامه نمیاد. سالها ما اسم بچه همون نذاشتیم سیروس و اساسا نمیدونستیم سیروس کیه، درسته؟ ما اسم بچه همون نذاشتیم سیروس و نمیدونستیم که این سیروس همون کوروش خودمونه که رفته بوده به غرب، بعد شده بوده سیروس، برگشته بوده. ما میگفتیم سیروس اصلا در این حد بودیم ماجراها رو سیر کرد. حتی توی سلسله ساسانیان که خیلی تاکید داشتن بر خلق هویت، آره اینم خانم ایزدبانو مفصل در موردش صحبت میکنم که چه جوری و ذوالقرنین و بقیه ماجراها، که خسرو رو که اصلا چیزه، یعنی اصلا چیز نداره، ارجاع مستقیم توی شاهنامه نداریم ابدا بهش، به کوروش. اما اون ذوالقرنین، اون که مراد از ذوالقرنین و که خسرو تو شاهنامه چیه، اون رو توضیح میدم. ببینید توی سلسله ساسانیان خیلی تاکید داشتن روی خلق هویت، خلق هویت مشترک. تفسیر توجه میکنید؟ همین ساسانیانی که خیلی تاکید داشتن رو خلق هویت مشترک، اینا هم اسمی از کوروش نمیارن. توجه میکنی؟ اینا هم اسمی از کوروش نمیارن حتی تو زمان ساسانی. یعنی اشاره های کم خیلی کوچولو و نحیفی هست، اما اصلا بهش اشاره نمیکنن. یعنی حتی ساسانیان هم اسمی از کوروش نمیارن. حالا دلیلش چیه؟ علتش چیه؟ علت بسیار علت مهمیه. یعنی علت اینه که چرا هم در شاهنامه و هم در عرض کنم خدمت شما زمان ساسانیان، تاریخی که ساسانیان می نویسند که تاریخ چی است؟ که تاریخ کیانیه. اینها توی اون زمان اصلا اسمی از کوروش نمیارن. مگه کوروش اینقدر محل افتخار و محل مباهات نبوده؟ خب چرا اینجا اسمی از کوروش نیست؟ این جواب این سوال، یعنی جواب این سواله که هرچی میریم جلوتر کوروش واقعا به ما میشناسونه و میفهمونه. ببینید دو تا دلیل داره به نظر من، دو تا علت داره به نظر من که اسمی از کوروش اونجا برده نمیشه. الان توضیح میدم. دو تا علت داره به نظر من. نه 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 اصلا نداریم. خیلی فراوون داریم آقا اسناد تو اون زمینه.
حالا میگم چرا، اجازه بدید ببینید. علت اولی که داره اینه که هخامنشی ها به نظر من قوم شکست خورده از اسکندر بودن، سلسله شکست خورده از اسکندر بودن. ساسانیان نمیخواستن توی اون فرایند خلق هویتشون اثری از یک سلسله شکست خورده از یونانی هم باشه، درسته؟ چون خودشونم تو اون زمان درگیر جنگ با رومی ها بودن و اون ماجراهای جنگ های امپراتوری بیزانس و ساسانیان و اینها، و ساسانیان مایل نبودند که اسم یک کسی مثل کوروش و هخامنشی ها دوباره وسط بیاد و مطرح بشه، به عنوانی که اینا مظهر یک قوم شکست خورده بودن. این دلیل علت اولیه که اساسا تو اون تاریخ ما اصلا اسم کوروش محو میشه، میره کنار، فید میشه، هم توی شاهنامه به یک نحو دیگه، توی تاریخ‌هایی که ساسانیان می‌نویسن به یه نحو دیگه. این نکته اول. نکته دومی که هست به نظر من اینه که ساسانیان توی همون فرایند خلق هویت مشترکشون رو یک مؤلفه خیلی تاکید داشتن. خانم ایزدانو چی بود اون مؤلفه؟ اون مؤلفه دین و مذهب بود. ساسانیان خیلی روی مقوله دین و مذهب تکیه می‌کردن اون زمان. چرا؟ چون دین و مذهب رو اساساً آورده بودن به عنوان یک عامل وحدت بخش، توجه می‌کنی؟ یک عامل، عرض کنم خدمت شما، همون تسهیل کننده خلق هویت مشترک. خب تکیه کردن بر اوستا و عرض کنم خدمت شما در حالی از همین هخامنشیان می‌گذشتن که می‌رفتن تأکید می‌کردن رو همون کیانیان یا پیشدادیان، درسته؟ اصلا تاریخی که توی چیز نوشته شد، تاریخی که توی تاریخ ساسانیان، تاریخ کیانیه. عرض کنم خدمت شما که این هم یه نکته دیگه بود، یعنی این دین تکیه بر... حالا چرا؟ چرا؟ چون کوروش اساساً به معنی متعارف قضیه سکولار بود، به معنی متعارف قضیه، نه به معنی درست قضیه، به معنی متعارف قضیه کوروش سکولار بود. یعنی کوروش اصلا تأکیدی روی دین نداشت، توجه میکنید؟ دین به عنوان یک محور و نمیدونم عرض کنم منبع مشروعیت و عامل وحدت، اما ساسانیان قبول نداشتن. به همین دلیل کوروش رو فید میکنن، به همین دلیل. اینم دو تا دلیل داشت، دو تاش کنار هم. اینم یکی از دلایل دیگه است که عرض کنم خدمت شما کوروش میره کنار. عرض کنم خدمت شما که بله بله خانم گیلان، اصلا اساساً ساسانیان با همیش با تکیه بر اوستا و بقیه ماجرا شروع میکنن. حالا توضیح میدم در ادامه، اینو در ادامه توضیح میدم که بعداً ساسانیان چجوری میان جلو و میرسیم به چیز و موبد موبدان و بقیه. اصلا دین، خانم گیلان، اصلا یکی از مؤلفه‌هایی که باعث سقوط ساسانیان شد همین دین حکومتی بود. در سلسله ساسانیان دین تبدیل شد به دین حکومتی و باعث شد که دین حکومتی ساسانیان رو بندازه. این نکته مهم بود، حالا در مورد صحبت کن. عرض کنم خدمت شما که اما همین کوروش مغفول و کوروش عرض کنم مطرود توی جاهای دیگه خیلی فراوون بهش تاکید میشه. کجا؟ حدود 300 سال قبل از میلاد مسیح توی آثار کسی مثل گزنفون، که گزنفون تلفظ دیگه اش هم خودتون میدونید، اون اصلا اون از کوروش صحبت میکنه و رساله داره در مورد کوروش. توجه میکنید؟ بخونید آثار گزنفون در مورد کوروش، که اون اصلا 300 سال قبل از عرض کنم خدمت شما میلاد مسیح در موردش صحبت میکنه، در مورد کوروش، و به شدت هم به نیکی ازش یاد میکنه. من دارم کتابش، اگه دوست داشتید بعدا واسهتون میخونم چند تا که چی میگه در مورد گزنفون، دقیقاً در مورد کوروش چی میگه. این نکته. اما نکته بسیار 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 مهمتری که من دوست دارم دوستان توجه کنن، به جای اینکه اینقدر بگیم نمیدونم منشور حقوق بشر و فلان اینا رو بذارید کنار، کوروش از یک محلهای دیگه و به دلایلی که قابل افتخاره، الان من دارم یکی که میگم، ببینید، بنیانگذار فلسفه سیاسی جدید توی جهان کیه؟ بنیانگذار فلسفه سیاسی توی جهان ماکیاولیه، درسته؟ ماکیاولی کسیه که کوروش رو تقدیس میکنه، تحسین میکنه کوروشو. بخونید شهریارو، شهریار ماکیاولی رو متونم خیلی خوندن دیگه. ماکیاولی توی شهریار، تو اون فصل ششمش که عنوانش هم هست، میگه در باب آن شهریاری ها که به نیرو و هنر خود گیرند،
ماکیاولی اونجا کوروش رو تحسین میکنه، میذارتش کنار کسایی مثل موسا و روملوس و نمیدونم تسوس و اینها و کاملا چیز میکنه، تحسین میکنه کوروش. حالا من شهریارم دارم اینجا کنارم اگه دوست داشتید بازم اونا. حالا میخوام چون نمیخوام اینا یکی یکی میتونم بخونم چیز، مثلا میتونم بخونم که ماکیاولی دقیقا در مورد کوروش چی میگه، اما میخوام وقت کمتر گرفته بشه، میخوام زود بگذرم ازش، خلاصش کنم. ولی هر جور دوست داشتید میتونم اونا بخونم. پس نگاه کنی در سرسلسله فلسفه سیاسی جدید توی غرب و توی جهان امروز، اونجا هم از کوروش تحسین میشه. توجه میکنی؟ نه، میخوام بگم این چیزای اینجوری خیلی، نکات اینجوری خیلی مهمه. خب حالا بریم جلوتر. یک جای دیگه که در مورد کوروش خیلی بحث میشه و اونجا هم کوروش قابل تحسین هست و خیلی تحسین میشه کجا هست؟ توی متون دینی هست. همونجوری که فرمودم، توی متون دینی، اول توی عهد عتیق، بعد هم توی قرآن، که دیگه توی عهد عتیق ما مشخصا اشاره به کوروش داریم. مثلا توی عرض کنم کتاب اشعیا نبی و جاهای دیگه ما مشخصا اشاره به کوروش داریم که اونجا به خاطر ماجراهای فتح بابل و بازسازی اورشلیم و اینها به کوروش لقب مسیح خداوند میدن. اینقدر کوروش رو تحسین میکنن. توجه بله، اصلا مسیح خداوند بهش میگن. توجه میکنید توی کتاب اشعیا نبی و توی عهد عتیق جاهای دیگه فراوون هست. توی عهد عتیق بخونید تنخ و بقیه ماجرا، اونجا خیلی از کوروش خوب میگن و تحسینش میکنن. اینم یه نکته دیگه، یه بعد دیگه توی کوروش. اما توی قرآن همونجوری که فرمودن، توی قرآن بحثی که در مورد عرض کنم خدمت شما ذوالقرنین و اینها میشه، که اصلا به نظر من بحث مهمی نیست. آقای رضا، من آقای خزعلی رو اصلا نمیشنوم. من آقای خزعلی رو 1% قبولش ندارم یادم. یعنی باور کنید اصلا، یعنی اصلا من نظراتش هم به نظر من آدم، آقای رضا آدم نه باسوادیه تا اونجایی که میدونم و میشناسم، نه آدم عمیقیه و فکر کنم توی جهان واقعا خیلی آدم ها هستن که قابل شنیدن که برسیم به خزعلی. اونا رو باید یکی یکی مرقه من، خیلی بد، خیلی اصلا من آقای خزعلی رو اصلا چیز ندارم واقعا بهش. ولی نه دیگه کلا خزم نیست، اما به عنوان یک کسی که داره کار سیاسی میکنه بهش احترام میذارم. به عنوان یک کسی که مبارزه سیاسی میکنه بهش احترام میذارم. این نکته خیلی مهم بگم ها، اینجوری نیست که بگم این آدم مثلا اومده توی کشور هزینه داده، نمیدونم زندان رفته، واسه خودش رفته به من چه. نه، هزینه داده، زندان رفته، مبارزه کرده، اوکی، اینجا اصلا مشکل باش ندارم، اینجا تاییدش هم میکنم، دستش هم در نکنه که این کارا کرده. اما به عنوان یک آدم متفکر با سواد فلان اینا اصلا قبولش ندارم آدم. یعنی چی واقعا؟ آره نه آقای رضا اصلا نشینه قربان، یعنی خواستم توضیح هم بدم که واسه این اساسا آقای خزعلی رو خیلی دنبال نمیکنه. حالا شما بعدا توضیح بدید لطفا که چی گفتی، نمیتونه نکته باشه. عرض کنم حضورتون که، اما در مورد ذوالقرنین توضیح بدم. آها، این که بله، این که آقای چیزام، حالا توضیح میدم. ببینید در مورد چیز، در مورد ذوالقرنین، اولین کسی که اومد، یعنی آبشخور این که ذوالقرنین کورش هست، یک عرض کنم خدمت شما یک آقای هندی داشتیم، مولانا ابوالکلام آزاد. مولانا ابوالکلام آزاد، بریم تا می‌نویسم، مولانا ابوالکلام آزاد اولین کسی بود که اومد این نظریه رو مطرح کرد که کوروش میتونه، عرض کنم خدمت شما، اما ذوالقرنین میتونه کوروش باشه از این ماجراها. بعد توی 1338 توی ایران آقای فریدون بدرعی، آقای فریدون بدرعی ایشون اومد یک رساله نوشت در این مورد، خانم عزتبانو و بقیه دوستان. آقای فریدون بدرعی رو گم میکنن کسایی که توی این زمینه تحقیق میکنن. ایشون خیلی کار مهم میکرد، ایشون یکی از کسایی بود که نوشت. یعنی ما فقط در مورد ابوالکلام آزاد بحث میکنن بعضیا، در مورد علامه طباطبایی هم بحث میکنن، آقای فریدون بدری رو جا میندازن. فریدون بدری یکی از رساله خیلی مهم توی زمینه نوشت. بعد از اونم عرض کنم خدمت شما کار رسید به کسایی که مثلا آقای علامه طباطبایی، که دیگه علامه طباطبایی توی تفسیر المیزان اومد گفت آقای ذوالقرنین همون کوروش و بقیه ماجراها. یه نکته هم بگم اینو تا یادم نرفته، ببینید قبل از اینها ما توی تاریخمون کسایی مثل طبری و بلعمی و غزالی و ابوریحان بیرونی اینا میدونید میگفتن ذوالقرنین کیه؟ دوستان میدونید میگفتن ذوالقرنین کیه؟ مثلا طبری، بلعمی، غزالی، ابوریحان بیرونی، اسکندر، دقیقاً، بله دقیقاً، اسکندر. اینا دقیقاً میگفتن که
اینا دقیقا همینو میگفتن، اینا میگفتن که عرض کنم خدمت شما که اسکندر هست که میتونه ذوالقرنین باشه، ولی خب حالا اون تو مثلا ابو ریحان تو اون آثار الباقیه عن القرون الخالیه و بقیه ماجرا. خب اینم یه نکته دیگه در مورد چیز، در مورد کوروش. خب اما یه نکته، یک تاکید دیگه مهم هم دارین دیگه، اونم یادمون نره. اون تاکید مهم دیگه میدونید کار کی بود؟ اون تاکید مهم دیگه قرنها بعد، یعنی دو قرن، حدود دو قرن بعد، تأکیدی بود که بله تأکیدی بود که عرض کنم خدمت شما استاد کرد هگل. هگل، حالا من نخواهم در مورد هگل صحبت کنم، که بخوام در مورد هگل صحبت کنم دیگه بس کلا بس خارج میشم، همیشه خوشم میاد که از این بس خارج میشم در مورد هگل صحبت کنم. هگل اساسا در مجموع ایرانی ها اولین قوم تاریخی میدونست هگل، بعد اولین دولت شاهنشاهی را هم تو ایران میدونست و امتیازاتی هم به کوروش میداد برای اساس. اما چیزی که هگل در مورد کوروش میگفت و ته حرف هگل در مورد کوروش این بود که، اینم دوستانی که اگه دوستان این قضیه رو دنبال کنن تو اون کتاب عقل در تاریخ رو بخونن، عقل در تاریخ هگل که با ترجمه آقای حمید عنایت هم معروفه، اونجا هگل در مورد کوروش صحبت میکنه و در مورد سیستم پادشاهی تو ایران، امپراتوری و تو ایران. و ببینید هگل ته حرفش در مورد کوروش اینه که میگه کوروش کار مهمی که کرد یه پیوندی ایجاد کرد بین استقلال و آزادی و اندیشه ورزی با مؤلفه های دیگه تمدن. خلاصه حرف هگل اینه، اما حالا ازش بگذاریم چون محل بحث نیست، فقط اینو خلاصه کنم، اینو بگم که هگل هم از کوروش خیلی خوب میگه و خیلی کوروش رو تایید میکنه. اینم تا اینجا کار. این خب بریم تا اینجا. این کسایی بودن که گفتم که در مورد کوروش چه کردن و چجوری صحبت کردن و حرفایی که در مورد کوروش زدن. اما بریم که کوروش چجوری مطرح شد. ببینید توی قرن 19 هم که بعدش هم که منتهی شد به پیدا شدن منشور کوروش و ترجمه‌اش و اینها، تأکید کوروش بر رعایت مردم، رعایت مردم، نگاه کنید این عبارت داشته باشید، رعایت مردم، تأکیدی که کوروش، این عبارت از خودمه، من میخوام بگم رعایت مردم. ببینید کوروش تأکیدی که داشت روی چیزی که ازش ما میدونیم، تأکید روی رعایت مردم بدون توجه خاص به عقیده و مذهبشون. نکته دوم، اگر در پرهیز از خشونت صحبت میکنه، پرهیز از خشونت غیر ضروریه. حالا من توضیح میدم که یعنی یه عده یعنی اشتباه نه، یه عده هیجان زده میشن یهو مثلا فکر میکنن دیگه کوروش اصلا هیچ چیز، اصلا شمشیر هم نداشته، هر جا میرفته میگفت آقای احمدی نژاد، من فایل از آقای احمدی نژاد پلی میکنم، من فایل صحبت های آقای احمدی نژاد در مورد آقای کوروش رو پلی میکنم، ایشون میگفت اصلا اون کوروش رو نه، مردم میمدن میگفتن آقای کوروش شما لطفا بیا به ما حکومت کن از این ماجرا. خب پس این پرهیز از خشونت غیر ضروری و رعایت مردم دو تا مؤلفه خوب بوده در مورد کوروش. خب اما هزار اما سوال اینه، مسئله اصلی اینه، میراث کاربردی مهم کوروش برای ایران چی بوده؟ هیچ کدوم از این دو تا نبود، هیچ کدوم از این دو تا نبود به نظر من. حالا اون آیدی پیما، که آیدی پیما شما هستی، آیدی پیما که میگفتن نظر خودمونو بدیم، من اینجا خب نظر خودم بود. کوروش تأکید میکنه بر رعایت مردم بدون توجه به عقاید و مذهبشون. کوروش تأکید میکنه بر عدم خشونت‌های غیر ضروری، توجه میکنه. اما اینا میراث کاربردی کوروش برای ایران نیست. میراث کاربردی کوروش برای ایران چیز دیگه است. ببینید یه توضیح بدم که چرا میگم اینا میراث اصلی کوروش نیست به نظر من، دلیلمو بگم اینجا، چه قبول داشته باشی چه قبول نشه باشی، اما دلیل باید بیارم واسش. دلیلم اینه، این تأکیدات کوروش به شدت جنبه کانتکستوال داره. یعنی چی؟ یعنی وقتی کوروش بر حقوق انسان‌ها تأکید میکنه، اینجا کاملا مشخصه که اصلا و اساسا توی اون کانتکست اسم حق وجود نداره، حق مفهومی، کانسپتی به اسم حق اصلا وجود نداره، ما حق نداریم اونجا، توجه میکنه اصلا نداریم ما، یعنی اصلا و اساسا
مفهومی به نام حق وجود نداره. وقتی یک مفهومی به نام حق وجود نداره، شما چجوری میگی حقوق انسان ها؟ حقوق انسان ها چیه؟ این به شدت کانتکستواله، یعنی به کانتکست ربط داره وقتی ما میگیم حقوق انسان ها رعایت میکرده. خب حالا نگاه کنید، وقتی میگیم کوروش صلح طلب بوده، تو کدوم کانتکست میگیم صلح طلب بوده؟ سوال من اینه، مگه ایجاد حکومت و نظام های جدید جز بر پای جنگ و خونریزی هم بوده؟ بوده؟ اگه بوده بگی. نبوده. اصلا اساسا و اصولا حکومت های جدید که روی کار می اومدن شمشیر می کشیدن می جنگیدن، سلسله رو می نداختن، سلسله بعدی می اومده. حکومتی با شمشیر می افتاده، حکومت بعدی با شمشیر می اومده سر کار. اینجا درسته؟ خب اساسا اینجا صلح طلب بودن رو توی کانتکس خودش فهمی. صلح طلب بودن که نشسته مثلا زن کنه، مثلا بودایی که نمیدونم توی غار نشسته بوده که بگه من منادی صلح هم. آقای کسبی سلام، صبح بخیر و خیلی خوش اومد. توجه میکنید؟ پس این صلح طلب بودن و حقوق مردم رو کاملا و توی کانتکس خودش فهمی و کاملا کانتکستواله. خب این چیزی که میخوام بگم که به عنوان محصول زمانه خودش بوده، تو زمانه خودش، اینا واسه من چیز نیست، اینا واسه من میراث کاربردی کوروش نیست. اما سوال اینه، اگر میراث کاربردی کوروش نیست، سوال اینه آیا میراث کوروشی که اینا رو میگم ارزش داشته یا ارزش نداشته؟ به شدت ارزش داشته، در زمان خودش یگانه و یونیک بوده. درسته؟ در زمان و زمانه خودش یگانه بوده، یونیک بوده، اصلا اساساً برخلاف جهت آب بوده، اساساً متفاوت با روح غالب بر اون زمان و زمینه و زمان بوده. توجه میکنی؟ خب اما یه بلافاصله بعدش چیز دیگه هم میگم، بعدش اینو میگم، میگم آیا این میراث کوروش، اگه شما اینو قبول کنید به عنوان میراث کوروش، من سوال میپرسم، آیا این میراث کوروش توی جانشینان خودش به قاعده تبدیل شد یا نشد؟ سوال من اینه، اگه شما اینا رو میراث کوروش میدونید، بعد از کوروش اینا به میراث آیندگان هم تبدیل شد؟ حتی توی زمان هخامنشیان ها، حتی توی زمان هخامنشیان اصلا نشد، اصلا نشد. یعنی کوروش استثناء بود، به قاعده تبدیل نشد. این نکته خیلی مهمه. پس اینم یک دلیل دیگه ایه که من میارم رو این که تأکید کنم که این میراث کوروش نیست، لزوماً میراث کوروش نیست، یعنی میراث کاربردی کوروش برای ایران نیست. خب بنابراین وجوه مثبت اون بسیار با ارزش کارنامه کوروش سر باعث افتخاره، اما لزوماً میراث کاربردی ایران برای بعد از کوروش نبوده. یه نکته دیگه هم بگم، قرنها سالها قبل از کوروش ما توی همون بابل که در موردش صحبت میکنیم یک مسائلی باش مواجهیم که اونا هم در نوع خودشون محل اعتباره. اینا چرا کسی نمیبینه؟ قانون حمورابی بد بود در زمان خودش، قرنها قبل از کوروش، قرنها توی همون بابل، قانون حمورابی، لوح حمورابی. خب این نگاه کنید اینجا خیلی مهمه، اینم یه نکته. خب این همش قبل از کوروش دیگه، ولی باز هم اونا به قاعده تبدیل نشده. توجه میکنید؟ قانون حمورابی با تمام اشکالاتی که داره، نه اینکه به قانون حمورابی تو واسه تو کانتکست خودش، اما توی در جایگاه خودش خیلی محل اعتباره، خیلی ارزشمنده، ولی اونم به قاعده تبدیل نشد. اینم یه نکته دیگه. خب حالا بریم سر اصل ماجرا. سوال اینه، اگر این چیزایی که من گفتم میراث اصلی کوروش نیست، پس میراث اصلی کوروش واسه ایران به نظر ریزگرد و به نظر کسایی که فکرشون نزدیک به منه چی هست؟ سوالی. سلام و خوش اومد. میدونید به نظرم میراث اصلی کوروش چیه برای ایران؟ میراث اصلی کوروش برای ایران ساخت تن شالوده های ملت. کوروش اولین کسی بود که فونداسیون و شالوده ملت رو تو ایران ساخت. ملت نه به معنی نیشن و مدرن قضیه، توجه میکنی؟ ملت نه به معنی نیشن و مدرن قضیه، البته که نه. وقتی میگیم کوروش این شالوده رو طراحی کرد و بنیان گذاشت، یعنی چی؟ یعنی امکان اینو ایجاد کرد، تأکید کرد روی اون که قومیت‌ها، تبارها، اقوام
با فرهنگ ها و عقاید و مذاهب مختلف وقتی در چارچوب یک محدوده جغرافیایی زیر چتر یک حکومت قرار می گیرند، باز هم بتونن خودشون رو توی اون چارچوب تعریف کنن. این یعنی شالوده و فونداسیون ملت. پلورالیزم فرهنگی نه، حالا به شما میگم چه پلورال، چه نوع پلورالیزمی، چه نوع تکثرگرایی. شما یک زمانی پلورالیزم توی ابعاد مختلفش داری، اما پلورالیزمی که داری، تکثرگرایی که داری، دیگران قادر به تعریف خودشون نیستن. یعنی چه قادر به تعریف خودشون نیستن؟ یعنی باید هویت خودشون رو واسه همشکل شدن با شما عوض کنن. کوروش یک دستاورد به شدت و بسیار بسیار ارزشمند از خودش به جا میذاره. میاد محدوده جغرافیایی که واسه حکومتش تعیین میکنه رو سر جای خودش محکم نگه میداره. با چی؟ با زور، با قدرت نظامی. در عین حال اجازه میده که اقوام و مذاهب و اعتقادات دیگه و مختلف قادر باشن هویت خودشون رو داشته باشن، اما این هویتشون از بین نره و قابل تعریف خودشون باشن هنوز. توجه میکنید؟ بله. مثلا فساد این بحث ما، فساد سازمان یافته در شهرداری تهران مشاهده نشده است. داستان کل کشور. بسیار متشکرم از سلام جناب افشین، خیلی خیلی خوش اومدید. عرض کنم خدمت شما که این نکته ارزنده کار کوروشه که حالا میریم جلوتر. خب نه، این که شما بگید اینایی که ما میگیم اراجیفه که فایده نداره. شما الان بعد مایک بگیرید یا توی تکست بگید کجاش اراجیفه. توجه میکنید این نکته مهمه. این که اراجیفه که فایده نداره، این داستان دیگه است آقا. اینجوری تکون نمیخوره از جاش. اگه میخواید تکونش بدید بعدی کمی بیشتر همت کنید. با تکست تکون نمیخوره قربان، این خیلی محکمتر از چیز هست. نه، پلورالیزم که اصلا ربطی به ملت سازی نداره. الان توضیح میدم. شما پلورالیزم و تکثرگرایی رو مدرن، شما الان صدای ما رو میشنوید؟ ببینید، جهل، بیسوادی و جهل تنها چیزی که ارثی نیست، اکتسابیه. نگاه کنی، بنده 2 دقیقه پیش داشتم میگفتم نیشن به معنی مدرن قضیه نه. ای کاش الان برگردم این فایلی که دارم رکورد میکنم و بزنم عقب، 2 دقیقه قبل بذارم. 2 دقیقه قبل گفتم نیشن به معنی مدرن قضیه نه. اشپیگل چیه آقا؟ اشپیگل چیه؟ شما حرفی که من 2 دقیقه قبل دارم میزنم متوجه نمیشی، حتی نمیشنوی. بعد میگی میگه آقا نمیدونم، شما دارید اینم چرندیات میگی. آخه من اصلا نیشن به معنی مدرن نه. توجه میکنی؟ اصلا داستان دیگه است. بگذارید. حالا ما حرفمون ادامه بدیم. خب این ایجاد یک هویت جمعی همونجوری که گفتم به معنی نفی و نابودی این هویت‌های متکثر نیست. خب این ارزشمندترین میراث کاربردی کوروش برای ایران بود. ببینیم حالا این نکته که میخوام بگم چیه؟ ببینید، نکته که میخوام بگم اینه که این در بعد پس از کوروش هم ادامه پیدا کرد. مثلا هخامنشیان جنگ رو به یونانی ها میبازن، درسته؟ اما زمانی که هخامنشیان جنگ رو به یونانی ها میبازند، فقط تو عرصه سیاسی میبازن ها. این نیاز به توضیح داره که توضیحش جاش اینجا نیست. هخامنشیان جنگ رو توی عرصه سیاسی میبازند، فقط توی عرصه سیاسی میبازند. چرا؟ چون تکیه میدن به همون میراث کوروش. یعنی حتی وقتی پارتیان و اشکانیان میان، علارغم اون تأثیراتی که از یونانی ها داشتن، همون تکیه بر وجه فرهنگی و همون پلورالیستیک ملت به عنوان میراث کوروش بود که نذاشت همه چی از دست بره. کوروش یک میراثی از خودش به باقی گذاشت که نذاشت توی زمان، عرض کنم خدمت شما، که اجازه نداد توی زمان بعد از خودش، حتی توی زمانی که یونانی ها میان و همه چیز از بین میخوان ببرن، اجازه نداد که اون همه چیز از دست بره اونجا. خب اما در ادامه اتفاقات دیگه هم میفته، این اتفاقات جالبی میفته. وقتی ایران توی اواخر پارتیان و بعد هم ساسانیان به واسطه همون نفوذ مذهب و ادیان مختلف و از یه طرف هم هجوم نظامی رومی ها
به شدت نیازمند وحدت و برجسته کردن هویت مشترکه، ایرانی ها میرن به سمت چی؟ ایرانی ها میرن به سمت اولین حکومت دینی جهان، به تعبیر من ها اولین حکومت دینی جهان. یعنی ساسانیان اینجا یک فاصله از کوروش میگیرن. میدونی چیه دوستان فاصله که از کوروش گرفتن چی بود؟ فاصله که از کوروش گرفتن این بود که کوروش دین رو به عنوان عنصر هویت جمعی تأکید نکرد، دین رو نیاورد به عنوان عنصری که ازش هویت جمعی بخواد کسب کنه. اما ساسانیان این کار کردن. قرنها بعد کیا اینو تکمیل کردن؟ اگه کسی نگه من ادامه نمیدم، بس معنی واقعی کلام. قرنها بعد چه کسی نظری ساسانیان دقیقاً همین کار کرد. یعنی دقیقاً اومدن روی همین بود دست گذاشتن و به عنوان دین ازش استفاده کرد. بسیار بسیار عالی. خب حالا بریم جلوتر ببینید، من بگم و فیلی کنم هویت شیعی و اسلام. بعد عرض کنم خدمت شما که بریم، من یه نقطه بذارم بعد خانم ماندگار بقیه دوستان اگه کامنتشان صحبت کنم. ببینید بعدها توی همین توی دوران ساسانیان، البته نکته به شما بگم، توی دوران آقای ناصر پورپیرار که رو هواست که بزنی زمین هوا میره، نمیدونی تا کجا میره. آخه ناصر پورپیرار که مثلا مهمترین حرفی که میشه در جوابی زد اینه که جوابشو نداد. حرف نه آخه، مگه قرار به همه جواب بدین؟ آقای کسی که بره خواد نظرات آقای پورپیرار جواب بده، کارش یه جایش میلنگه. اصلا آقا این حرفا چیه؟ حرفای آقای پورپیرار بزنی زمین هوا میره، نمیدونی تا کجا میره. اساسا این داستانای دیگه داره. حالا بگذاریم از دو قرن سکوت هم که 12 قرن سکوت، 21 قرن. آره حالا از این بگذاریم، بس خودمون خارج نشیم. ببینید اون توی یه چیز بگم، توی دوره ساسانیان ما البته کار ارزشمندی هم داشتیم، اینم از بین نره. توی دوره ساسانیان ما ایده ایران رو مطرح کردیم که نمیخوام در موردش صحبت کنم و خیلی داستان مفصلی داره در موردش باید بحث کرد. و عرض کنم خدمت شما بعدم اون نظریه فره ایزدی رو که عرض کنم خدمت شما، تئوری ایران شهری رو که با تمام، یعنی این تئوری ایران شهری، شاهی آرمانی و فره ایزدی و ایده ایران، این چهار تا رو باید توضیح داد. دوستانی که توی حوزه دوست دارم برن مطالعه کنم تو این زمینه، کار ارزشمندی مخصوصا آقای سجاد طباطبایی کرده که حرفای آقای طباطبایی تو این زمینه هم خیلی کاملتر از منه، هم خیلی دقیقتر از منه، هم خیلی مفیدتر از من. اینا برید بخونید. میخوام بگم ساسانیان تو اون زمانی کارا هم کردن. اما اگر سلام خانم شیرین اصف خوشبخت، اما اگر بگذریم، آره اگر از اون بگذریم و یه نکته دیگه بخوام دست بذارم، همینجور که گفتم همین ساسانیان میان دین رسمی رو به دین حکومتی تبدیل میکنن، همه چی از بین میبرن. بعدها دیگه ما میریم به سمت یک توری های خیلی مسخره‌ای که به نظر من خیلی مسخره بود، این مسخره بودنش هم دلیل داره که نمیخوام بگم. دیگه ما میریم به سمت، ببینید ما واسه ایجاد هویت مشترک میریم به سمت ایرانی و انیرانی. اینا غلطای ماست، اینا غلطای تاریخی یکی که ماست، ولی دلیل داره این غلطا. اینجوری نبوده که یه عده مثلا خواب ببینن بلندشن ایرانی و انیرانی و اینا رو مطرح کنن، دلیل داره، علت داره. توجه میکنید؟ اینا حالا از این میگذاریم. یعنی من الان من حق دارم خودم وسط روم آتیش بزنم یا نه؟ آیدی پندار، خوب شما اول بحث نبودی من این سوال رو جواب دادم، گفتم این سوال خوبیه و جوابش دادم. خب من اول بحثم که این سوال رو جواب دادم، که من دقیقا اولی که بحث کردم همین سوال رو جواب دادم. آها خب من همین رو گفتم. گفتم چرا نیومده و بسیار مهمه که نیومده و دلیلش هم گفتم. گفتم دو تا علت داره که نیومده، اون دو تا رو هم توضیح دادم. حالا دوستاشی فایل رو بعدم برید گوش کن. خب این میراث کوروش به نظر من این میراث، نه آقای کوری فایده نداره، باید برن کنار دیوار وایستن پاشونو بگیرن بالا و سطلاشقا رو بگیرن بالا. عرض کنم خدمت شما که این از این میگذاریم میریم جلو. و خانم شیرین اصل اون فایلش آقای ولی دارن، اگه دوست داشتید بعدا از آقای ولی بگیرید گوش کنید، اگه تمایل داشتید. البته من خیلی توصیه هم نمی کنم، ولی خب من دلایلش اونجا گفتم، دلایلش هم بسیار مهمه.
خب پس طبق این چیزی که گفتم من تموم کنم. طبق این چیزی که گفتم عرض کنم خدمت شما که کوروش دو تا میراث داره، یه میراث نمادین داره، میراث نمادینش عرض کنم خدمت شما میراث نمادینش همون چیزی که بهتون گفتم که اعتبار و ارزشی بود برخلاف روح حاکم بر جامعه خودش به چیزایی مثل رعایت انسانها، پرهیز از خشونت‌های غیر ضروری. این میراث نمادین کوروش خیلی هم باعث افتخار. اما میراث کاربردی کوروش همون میراث ملیش هست که من گفتم بنیانگذار نوعی از ملت بود با تأکید بر تکثرگرایی و خلق هویت‌های جمعی بدون نفی هویت‌های خرد و غیر کلان. این میراث ارزشمند کوروشه که تا دلتون بخواد میشه به این افتخار کرد و تا دلتون بخواد میشه از این درس گرفت و دیگران درس گرفتن. زمانی که ماکیاولی در مورد کوروش حرف میزد به چیزا نظر داشت. زمانی که من کاملا میدونم ماکیاولی از کجا در مورد کوروش صحبت میکنه، نمیخوام الان بگم. زمانی که هگل در مورد ماکیاولی حرف میزد به این چیزا نظر داشت، هرچند که دیدگاه هگل هم قابل بحثه و و و و و, و دیگران. توجه میکنی؟ پس این میراث ارزشمند کوروشه. خیلی به این حقوق بشر و اینا دقت نکنید. این حقوق بشر مبناش رو جهان جدید یه چیز دیگه است، ولی میراثی که کوروش گذاشته اونجا از خودش تو این زمینه ملت اساسا یک نکته دیگه است. خیلی با ارزش، خیلی با ارزشه به نظر. خب این تا اینجا کات من تموم شد حرفم. و آقا پدر سیاست فلسفه سیاسی جدید، پدر فلسفه سیاسی جدید، توجه میکنید؟ یعنی یکی از یعنی شما اگه بخواید برید همین الان توی بهترین دانشگاه جهان فلسفه سیاسی بخونی، به شما میگن از ماکیاولی باید شروع کنی، بعد برسی به هابز، بعد برسی به جان لاک، بعد یکی بیاد جلو. شما اگه ماکیاولی رو نفهمی و اگه اهمیت ماکیاولی رو ندونی، بدبختی ما اینه که یک کسایی مثل آقای علی شریعتی که هیچ چیز از ماکیاولی نمیدونست، که اساسا آقای شریعتی نمیدونست ماکیاولی شاخه کدوم درخته، اینا اومدن تو ایران. البته ماکیاولی شکسپیر هم بهش فحش میده، شکسپیر هم بهش فحش میده، من کار ندارم، اما شکسپیر هم وقتی میخواد فحش بده میگه ماکیاولی. اما اینا اومدن تبدیل آب بدونی که یک پیپر آقای کوری یک پیپر از ماکیاولی نخونده بودن، یک پیپر. یعنی باور کنید حاضرم تمام زندگیمو بذارم سر اینکه علی شریعتی یک پیپر از ماکیاولی نخونده. و میمدن ماکیاولی رو چیکار میکردن؟ تبدیل میکردن به فحش. توجه میکنید؟ ولی اصلا نمیدونستن که ماکیاولی چی گفته، اصلا نمیدونستن چی گفته. گفتارهای ماکیاولی رو نخونده بودن، همین امروز هم نخوندن. امتحانش مجانی. شهریار حالا یکم بیشتر خونده شده، ولی فلسفه سیاسی که شما خواهید دید، فلسفه سیاسی اگه از ماکیاولی شروع نکنید تمومه. حالا بگذاریم، این بحث من تا اینجا تموم شد در مورد کوروش. بعد توی تایم بعدی اگه دوستان صحبت خواستم بکنم توی تایم بعدی من شروع میکنم در مورد باستانگرایی صحبت میکنم، که وقتی میگیم باستانگرایی منظورمون از باستانگرایی یعنی چی. مرسی دوستان از اینکه توجه کردید تا اینجا، این اعتباری که من واسه کوروش قائلم و به نظرم اعتباری که داره توی اینترنت. خواهش میکنم جناب مسعود، خواهش میکنم. خب عرض کنم خدمت شما که خانم سلام آیدی محمد، آقای مسعود خیلی خیلی ازتون ممنونم، خیلی خیلی ازتون ممنونم، خیلی محبت میکنه. شما که هستید واقعا آرامش درست حسابی برای این روم حاکمه و خیلی محبت کرد. امیدوارم خیلی خیلی خوب بخوابید و امیدوارم که ببینمتون هفته آینده. خیلی محبت کردید قربان، خیلی محبت کرد. خواهش میکنم مایک بیاریده. عرض کنم خدمت شما که خواهش میکنم عرض کنم که آها نه این یه چیز دیگه است آقا، این داستان دیگه است که شما باید بیا اینجا، این فایده نداره. مبنای ما برای نیست که حرفی که من مطمئنم حرفی که شریعتی در مورد فاطمه میزد خیلی یک جایی مبنایی داشت که اون مبناش خیلی سرش بحثی نداره، اون ماجرای دیگه سال شریعتی نمیخوام باشه، ولی حرف من در مورد ماکیاولی بود. خب بس بود بعدتون نداشت. خب عرض کنم خدمتشون بعد چیز شما بگم، علی شریعتی کسی بود که رفته بود خونده بود، علی شریعتی کسی بود که خیلی چیزا رو میدونست. توجه میکنی؟ علی شریعتی مثل مثلا بنده نبود که مثلا اینجا بشینه مثلا
چهار تا کلمه یاد بگیره فکر کنه آدم فلان. نه، علی شریعتی رفته و خونده بود. اینا به شما بگم اینجوری نیست که بیا شریعتی بی سواد هیچ چالش نمیشده، فقط یکی من هستم یکی فلان. نه، اتفاقا علی شریعتی کسی بود که رفته بود خونده بود، اما یک جای اشتباه میکرد. خب 18 ساله مرده. خانم ماندن، الان بس کوروش من نمیدونم چرا رفته فاطمه داره، اما 18 ساله مرده باشه نمیدونم ربطی نداره کلی. خب نه، اون چیزی که در مورد ببین اون من اون فاطمه ای که علی شریعتی در موردش صحبت میکرد، غلط و درستش دیدگاهی بود که نسبت به زن داشت، نقدی داشت که اتفاقا فمینیست هم میکردن. مگه فمینیست ها اون نقدی که علی شریعتی میگفت نمیکردن؟ من نمیخوام اتفاقا اینجا شه. ببینید من خودم انتقاداتم به کسی مثل شریعتی میگم، اما انتقاد در حد درست. اگه شما بخوای یه نفری مسخره کنی اساسا چیز ازش ندونی، اونجا من محکم میتونم از علی شریعتی دفاع میکنم. من اینجا با میسم از علی شریعتی دفاع میکنم، چون طرف مقابل ببینی ما بحث داریم توی مبنا. صدای من هست الان؟ ما بحث داریم توی مبناها. شما کتاب فاطمه فاطمه هست شریعتی رو باید بذارین جلوتون، بگید دیدگاه شریعتی در مورد زن چی بوده، مبناش چی بوده، نگرشش چی بوده، نقدش کنی. اینکه فاطمه 18 ساله بوده و نمیدونم سواد داشته و اینا به ما ربطی نداره، اون ماجرای دیگه است. اینا رو ما قاطی میکنیم با هم دیگه. حالا بذارید ما مسئله کورش رو حل کنیم، بذارید ما این مسئله کورش رو حل کنیم که طرف میره خودشو پرت میکنه روی خاک، سجده میکنه و نمیفهمه کورش کیه. بعد یکی یکی میره بله شریعتی هم میرسیم. به نظر من اون وقتی کسی که یک چیزی رو نمیشناسه، حالا شما میگی شریعتی نمیشناخته، منم اعتقاد دارم که شریعتی یه جای اصلا اینا رو نمیدونسته. اگر شریعتی یک چیزی رو نمیشناخته در موردش حرف میزنه، فقط در مورد شریعتی که بد نیست، که در مورد همه بده. اینم هم خیلی بده که من خودم واسه کوروش تیکه تیکه کنم، لبیک یا کوروش بگم، اساسا ندونم کوروش شاخه کدوم درخته. بیام بگم کوروش نمیدونم بنیانگذار حقوق بشر در حالی که اصلا نیست. ندونم مبنای حقوق بشری که کوروش میگه با مبنای حقوق بشر امروز چیه. خب از خودمونم شروع کنیم دیگه. خب این فرق نمیکنه به نظر من. این داستان دیگه است. حالا بگذار آقای عزیز بلوچ، من در مورد شریعت اینجا سالمرگش تاپیک گذاشتم، مفصل صحبت کردم در موردش. انتقادهای خیلی خیلی زیادی هم مشترکی دارم همونجوری که همیشه داشتم. بگذاریم ازش. عرض کنم به خدمت شما که من در مورد باستانگرایی بعد توضیح میدم، آقای پژام صحبت کنن. دوستان خانم نیکام فکر کنم رئیسنت کرد و بقیه دوستان اگه کامنتی دارن توی زمینه در مورد کوروش بگن. من یکم استراحت کنم بعد بحث باستانگرایی تمومش کنیم که بعدم بریم سراغ آقای احمدی نژاد. یک هست دائما یا دو خواهش میکنم. شریعتی بیمار روحی بود، بعد ما جامعه سالم هستیم که مثلا اینجا هستیم دیگه. آقا اینجوری فایده نداره. آقا شریعتی محکمتر از اونی که باید تکسا خراب بشه، توجه میکنی؟ شریعتی محکمتر از اونی که باید تکسا خراب بشه. شما متوجه نیستید که چجوری نفری رو نقدش کنید. خیلی شریعت، شما اگه تنت به تنه شریعتی بخوری میخوری زمین، درسته؟ همون شریعتی که مثلا قبولش ندارم ها. ولی اون شریعتی که من قبولش ندارم، آقا حرفایی که میزنه، حرفی زده، عرض کنم خدمت شما، باید بیاید نقدش کنی درست حساب. اینجوری فایده نداره. بیمار روحی بود و فلان، اینا توی دکونه هیچ بقالی اینا فایده نداره. توجه میکنی؟ شما میتونی بری اینجا روم بزنی به من و شریعتی و شکسپیر و بقیه، بگی بیمار روحی، خودت میدونی، بعد جواب فهمت هم خود بری بدی. اما اینکه شما به یه نفری که داره این همه کتاب نوشته، این همه صحبت کرده، آثار از خودش به جا گذاشته، بی بپره بگی بیمار روحی بوده، اون یه ماجرای دیگه است. اون خودتون باید به جواب فهم خودتون بدید. من با اون کار ندارم. بحث شریعتی رو مطلقاً نمیذارم که ادامه بده اینجا، چون بحث شریعتی نبود و خیلی در شگفتم از ظرفیت جامعه ما که بحث ماکیاولی بود. من گفتم شریعتی ماکیاولی نخونده و بعد گفتم میتونم آثارش رفرنس بدم که نخونده. و خیلی جالب من چیزو شما بگم، باور کنید من سوال بپرسم اینجا که خیلی معذرت میخوام اینجوری حرف میزنم، من از بعضی دوستان خیلی ناراحت میشم. من از کسایی که یک چیزی رو اساساً نمیدونن و نمیفهمن و میان حمله میکنن بهش خیلی ناراحت میشن. چه به شاه باشه، چه به خمینی باشه، چه به ماکیاولی باشه، چه به صدام باشه، چه به هر کسی میخواد باشه. آقا واسه نقد کردن دیگران، واسه خراب کردن یک چیز، شما خیلی باید اطلاعاتتون بیشتر از ساختن یک چیز باشه. برای نفی یک چیز اطلاعاتتون خیلی باید بیشتر از اثباتش باشه. توجه میکنید؟ ما همینطور یاد گرفتیم دهنمون رو باز کنیم، هر کی وایسا جلومون بگیم بیمار روحی بوده، سواد نداشته، شعور نداشته، نمیدونم چالش نبوده، همین همین چیزا رو یاد گرفتیم. خب این غلطه، این اساسا غلطه. توجه میکنی؟ شما، من نمیخوام مواجهه اینجوری بکنم، اما طرف مقابل جای من مجبور میکنه مواجهه اینجوری کنم. همین الان از شما سوال بپرسم که شریعتی کجا در مورد ماکیاولی حرف زده، میتونید بگید کجا گفته اینو؟
میتونید بگی؟ میتونید بگی؟ شریعتی تو کدوم کتابش در مورد ماکیاولی صحبت کرده؟ خب وقتی نمیدونیم شاخه کدوم درخته، وقتی نمیدونیم، این غلطه آقا، این نوع مواجهه غلطه. بفرمایید آقای پژمان، شما صحبت کنید، خواهش میکنم در مورد کوروش صحبت کنید. خانم مانیکا، شما خواهش میکنم در مورد کوروش صحبت کنید، وارد این بحث نشیم، چون اصلا نمیخوام از هفته گذشته بحث منحرف بشه. بحث در مورد کوروش میکنیم، بعد من باستانگرایی رو توضیح میدم و بعد وارد آقای احمد. سلام آیدی اکسیر، خیلی خوش اومد. خب ریزگر عزیز، حقیقتا من چند تا سوال دارم، هیچ وارد جزئیات نمیشم چون اگه وارد بشیم خیلی طولانی میشه. البته خب ممکنه نیکای عزیزم بتونه جواب بده. ماندگار ببین، مشکل ما در رابطه با کوروش، البته با خیلی پدیده‌های تاریخی اینجوریه. یک، اول باید ثابت بشه اول کوروش بوده هست یا نبوده هست. این خودش الان از نظر تاریخی زیر سواله که اصلا کوروش وجود داشته است یا نداشته است. بعد سوال بعدی اینه که آیا اگر کوروش وجود داشته هست چه کسی این فرد بوده است؟ آیا سیروس بوده است؟ آیا کسی دیگه بوده است یا نه؟ این هم خودش یک سوال است. بعد حتی خود تخت جمشید هم الان زیر سوال بردن که گفتن آقا اصلا این خود تخت جمشید هم که میگن اینا بارگاه بوده و اینا کاخ بوده، باز برمیگرده به خود مسئله کوروش، اصلا این کاخی بوده است یا نبوده است. چون اگر کاخ بوده، الان خیلی بحثی که مطرح شده که اینه، خب این سقف کاخ هم که حتی ریخته باشد باید آثار سقف هم باشد، ولی هیچ آثاری نیست. این هم خودش یک سواله. بعد آیا منشور کوروش را کسی اصلا توانسته است معنی بکند، بخواند، یا این هم باز یک دروغ تاریخی بوده؟ چون من معمولا که من چیز یزدگر ساسانی میگم، میگه اصلا یک دروغ تاریخی، اصلا کسی نمیتونه اینه بکنه. بعد میگه اصلا این محال است، در حقیقت میگه زبانی که وجود ندارد شما نمیتونید این زبان رو بکنید. مثل اینکه مثلا شما الان چینی اصلا بلد نیستین، به شما بیان حروف چینی بدن، شما چطور میتونید ببینید حروف چینی مثلا این ای هست یا بی هست یا پی هست یا سین هست؟ بعد میگه تمام این برداشت هم که کردن در منشور کوروش دقیقا همون چیزیست که در تورات نوشتن. بعد حتی در ترجمه فارسی و چیزش اروپایش فرق داره، یه جا میگن کوروش، یه جا میگن سیروس. حالا مسئله نیست، من فقط سوال میکنم. بعد آیا این کد مجهول بودنش باعث نمیشه وقت که ما مثلا فردی رو نمیشناسیم، نمیدونیم وجود داره یا نمیدونیم وجود نداره، بعد نمیدونیم این فرد به چه کسی هست در تاریخ در حقیقت، بعد میایم برای این فرد یک سری صفات تعریف میکنیم، آیا این خودش مشکل برانگیز نیست حقیقتا؟ بعد آخرین سوالم اینه، اصلا این خود کوروش رو معرفی کردن اینجا دیگه برمیگرده اون جنبه سیاسیش، آیا این خود کوروش رو شروع کردن، کوروش رو معرفی کردن در ظرف این چند صد صد خورده سال اخیر، آیا این خودش هم یک بحثی نبوده که مثلا الان یهودی ها معمولا چیز میکنن که آقا نگاه کنید در تورات هم نوشته، راجب کوروش هم نوشته که ما این سرزمین وسیع رو هم داشتیم، اینا به هم ربط داشت؟ من فقط سوال کردم چون من حقیقتا یک مقدار تو این مسئله کوروش و محمد و علی و حسن و حسین که میریم یه مقدار سوال زیاد دارم. مایک باشم.